تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم. از اول که شروع کردیم به جزء 17 سوره حج و الان آیه 10 آیه تلاوت میشه. بنده هم یه چند دقیقه تفسیر دارم. تو این جلسه آیه 10 و 11 و آیه 12 و 13 چهار تا آیه رو با هم نگاه کنیم. هم آیه 10 بشنوید. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. آیات قبلی بود که بعضی بدون تحصیل، تعقل، بدون پیروی از کتاب آسمانی، بدون الهام‌های الهی، بدون علم، بدون هدایت، بدون کتاب منیر، کتاب نورانی آسمانی، همینطور رو تعصب جاهلانه، رو غرور و تکبر یه دندگی میکنه و چونه میزنه، در مقابل منطق لجبازی میکنه. میگه این آدم های متکبر و قیامت عذاب سوزان میچشونه. بعد یه ذالکه آیه دینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالکه این چشیدن عذاب سوزان، به ما قدمت یداک، به خاطر کارهایی که خودت از پیش فرستادی، این لجازت هایی بود که کردی که حالا باید عذاب بچشی. و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند قطعا به بندگان ظلم نمی کنه. این ظلام یعنی که بسیار ظلم نمی کنه، چون از خدای عادل ظلم کم هم زیاده. مثل که عمامه که سفید باشه، لباس سفید یه بندازی یک عدس هم سیاه باشه زیاده، چون این لباس سفیده، این خال سیاه چه می کنه اینجا. خداوندی که عادله ذره ظلم نکنه. ولی ان الله لیس بظلام للعبید. آیه 11 چی میگه؟ بشنوید. و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیر اطمأن به، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. بعضی از مردم خدا را می‌پرستند منتها با زبان، یعبد الله علی حرف. علی حرف یعنی یا با زبان می‌پرستند، یعنی در قلب نمی‌پرستند، با زبونی یه چیزی میگن. گاهی هم علی حرف، حرف اینه حاشیه، یعبد الله علی حرف اینه در حاشیه قرار میگیرن، در مرز کفرن. مثل اینا که مثلا یه پا تو هن یه پا بیرون، که میخوان اگر خواستن درن درن، خواستن بیان تو بیان تو، همون لب در میشینن که زود جیم شن. حرف هم به معنی جانبه، هم به معنی زبونه. بعضی مردم بندگیشون رو حرفه، مخلصم، چاکرم، قربونت برم، اما گوش به حرف نمیده. عکس مثلا مرجع تقدیرشو میزنه اما به عکس عمل میکنه، گفت عکسو میزنه به عکس عمل میکنه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، عبادتشون رو لغلقه زبانه، قلبا معتقد نیستن و عمل نمیکنن. فین اصابه خیرون اطمئن، اگر به نون آب رسید دلگرم میشه. اما اگر یک عرض کنم با دور شما که مصیبت توی آزمایشی به او برسه، دگرگون میشه، انقلب علا وشه، دگرگون میشه، به سوی کفر رو میکنه. چنین کسی خسرت دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت زیانکاره و زیان آشکار هم همینه. خب این آیه زاله که به ما قدمت یداهو که قبل بود، میگه که خدا عادله، قهر و مهر اون نتیجه عمل کرده خودمونه. ذالکه به ما قدمت یداک، اگر خداوند تو رو تنبیه کرد یا به تو لطف کرد، این به خاطر یک عمل کرده خودت، دیگران عامل گناه و خلاف خود ندونیم، هر چیز از خودمونه. قدمت یداک. ایمان بعضی ها موسمیه. ما در قرآن چه رقم ایمان داریم؟ ایمان موسمی، همین که میبینه کشتیش غرق میشه، یا الله ازاره که بو فلفلک دعو الله،
تا میبینه کشتی غرق میشه نعره میکشه یا الله، فلما نجاهم جفتک میزنه. نمازش مثلا موسمی، اگر مشهد رفت نماز بخونه، اگر مکه رفت نماز بخونه، بعد از مکه مثلا دو مرتبه نسبت به نماز کاهل میشه. قرآن از این آدم ها خیلی انتقاد میکنه، میگه بعضی وقت میگیم جبهه، اگر راه نزدیک باشه میان، سفرن قاصدا، اگر راه نزدیک و میانه باشه میاد، اما اگر بعدت علیهم الشق را درون نمیاد. یعنی خلاصه همیشه کارهای روان و کم دردسر رو میخواد بگن، کارهای پیچدار و پر دردسر رو در میده. وقتی درگیر شد با کسی، اختلاف پیدا کرد، میگه بریم پلو عالم دینی، منطقه نگاه میکنه، پیش بینی میکنه، عالم دینی یک و لهم الحق، اگر حق به لهش بود، به نفعش بود، یعتو الیه مذعنین، با اذعان و احترام میگن بریم خدمت آقا، ما مسلمانیم، ببینیم مجلس تقریر چی گفته. اما اگر حق علیهش بود، میگه ببینیم قوانین بین الملل چی میگه، ببینیم قانون چی میگه، نگاه میکنه کجا به صرفشه، هر جو به صرفشه همونطور میگه. یا وقتی بعضی از مردشورها وقتی مثلا مرده رو بشونن، نگاه میکنن چجوری میصرفه، اگر مرده چاق بود کیلوی میشستن، اگر مرده بلند بود متری میشستن، اگر بچه بود عددی میشستن. قرآن میگه که بعضی مردم اینطوری هست، نگاه میکنه چجور میصرفه، جبهه نزدیکم میام، را دوره نمیام. اگر آقا به نفع حق من حکم کنه، یعتو الیه مذعنین، با اذعان و اعتراف میگن قبول آقا، ما مسلمونی، هر چی خدا گفته، هر چی قرآن گفته. اما اگر علیهش باشه، میگه بابا درسته، حالا مهریه کم بده، حالا فلان رسم چیه، قانون چیه، عرف جامعه چی میگه، آداب رسوم ما چی میگه، قبیله ما چی میگه، مردم چی میگن، هر چی میگیم بابا خدای تو گفته، میگم مردم چی میگن. به وسواسی میگیم خدا میگه پاک شد، میگه خب بله، ولی حال من دلم نمیچسبه. میگیم پیغمبر میگه پاک شد، میگه نه من پاک نشد. امامان معصوم میگن پاک شد، مراجع طب میگن پاک شد، نه خیلی پاک نشد. اینها کسانی هستند که رو حرف مسلمونن، وقتی میگه پاک شد، پاک شد دیگه، به دلم نمیچسبه. میگه بناس ما دنبال دلمو بریم. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضیا رو زبون مسلمونن، ان اصابه خیر اطمئن، یعنی دینو بره نون میخوان. یکی میگه دین، چون دین که میدونی از حرف دال و یه و نون، دین دال یه نون، یکی میگه دین چون نون توشه، آخر دین به نون میرسه، اگر دین برش نون داشت میاد. ان اصابه خیر اطمئن، اگر خیر بهش رسید آرام شد. و این اصابت و فتنه، اما اگر یک سختی فتنه تلخی که وسیله آزمایش پیش اومد، این غرب باشه، همه چیز از دست میده. میگه خسارت دنیا و آخره، این دنیا و آخرش از دست میده، خسارت میکنه و خسران مبین هم همینه. تو قرآن راجع به خسارت تعبیرات مختلفیه، هم خاسر داریم یعنی زیانکار، هم لفی خوست داریم، این انسان لفی خوست یعنی غرق در خاسر، یعنی زیانکار، فی خوست یعنی غرق در خسارته، هم خسران مبین داریم، هم اخسرین داریم. خدای تو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که دین را بره نون نخواهیم، حق را بره رفاه نخواهیم، حق را بره حق بخواهیم، حق را بره رضای تو بخواهیم. دینمون تو نباشه که چون به نفعمونه، چون رفاه ما تأمین شده دین را بخواهیم. که اگر امام حسین میره کربلا که پستی بگیره همراهش بدهیم، اگر بفهمیم که مثلا نه امام حسین شهید میشه، امام تنها بذاریم. خدا ایمانی به ما بده که رو کردن دنیا یا پشت کردن دنیا در ما اثری نکنه. السلام علیکم و رحمت الله.